به نام خدا سلام بچه ها فصل سه به دنبال محیطی بهتر برای زندگی کردن بچه ها خدای مهربون همه مواد مورد نیاز برای زندگی ما و همه جانداران رو توی گره زمین به امانت گذاشته که نه فقط برای جانداران و انسانهای اکنون و بلکه برای نسل بشر هست اما انسان امروزه با مصرف بیروی و غیر منطقی منابع داره چرخه های طبیعی رو به هم میزنه به طوری که اگر کمی فکر کنیم میبینیم که زمین داره به ما میگه که شما انسانها دوستی با زمین رو فراموش کردید و با این روش هایی که در پیش گرفتید و کارهایی که انجام میدید زیبایی های طبیعت رو از بین میبرید خب پس بهتر ما با خودمون فکر کنیم و به دنبال راه هایی بهتر برای زندگی کردن باشیم راه هایی که روال طبیعی زندگی رو طی کنه و شرایط رو برای بقای جانداران و انسان ها فراهم کنه یکی از این عواملی که بر چرخهای های طبیعی اثر گذاشته بچه ها مصرف سوخت های فسیلی هست که تو این فصل باهاش آشنا میشیم اما چرخه های طبیعی چیا هستند؟ شما سالهای گذشته با چرخه آب و چرخه سنگ آشنا شدید مثلا چرخه آب که آب از سطح دریاها و رودخانه ها تبخیر میشه تبدیل به ابر میشه همراه باد به جاهای دیگه برده میشه یا همونجا بار... باریده میشه و دوباره از طریق آبهای جاری و آبهای زیرزمینی به دریا برمیگرده و چرخه سنگ هم آشنا شدید که مثلا رسوبات در دریا تهنشین میشن سنگ رسوبی رو به وجود میارن سنگ های رسوبی تحت فشار قرار میگیرن سنگ های دگرگونی رو به وجود میارن باز سنگ های دگرگونی و سنگ های رسوبی تحت گرما و فشار زمین ذوب میشن و ماگما رو به وجود میارن که ماگما بیرون میومد از زمین آتش فشان میشد و سنگ های آتش فشانی رو به وجود می آورد خب چرخهای طبیعی دیگه ای هم وجود دارند مثل چرخه غذا، چرخه زندگی گیاهان، زندگی جانوران و اینها در جریان هست که همشون با هم در ارتباط هستند. خب چطوری این چرخه با هم در ارتباطن؟ جوری که حتی تغییر اندکی در یکی از این چرخه ها بر فعالیت چرخهای طبیعی دیگه هم اثر میذاره و در نتیجه توازن چرخه در کره زمین به هم میخوره. شکل یک بچه ها چندین تا چرخه رو برای شما نشون داده اگه از سمت چپ از چرخه آب شروع کنیم بعدش چرخه فصل ها رو میبینید که هر سال تکرار میشه چرخه زندگی جانوران رو میبینید چرخه گیاهان رو میبینید چرخه سنگ ها و باز هم چرخه جانوران پیشرفته خب چرخه چیه بچه ها؟ چرخ مجموعه ای از تغییرها هست که هیچ وقت به پایان نمیرسه و بارها و بارها تکرار میشه یعنی این تغییرات هیچ وقت تموم نمیشه و مرتب پشت سر هم تکرار میشه خب خداوند مهربون با قرار دادن این چرخه های طبیعی زمین رو ای مناسب برای زندگی جانوران و انسان ها قرار داده پس در واقع این فایده چرخه های طبیعی هست گفتگو کنید باز باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از